برخی تلاش ها و دسیسه ها و توطئه ها بر علیه هویت ایرانی و مردم بزرگ ایران و داشته هاشون و میراث پر افتخارشون خب در جریان هست. امر جدیدی هم نیست. نیت اونهایی که این دسیسه ها رو میکنن بر کسی پوشیده نیست. امروز بیش از همه مردم اطلاع و آگاهی دارن. اتفاقا اونها در جنگی وارد شدن که از قبل شکست خوردن، جنگ بر علیه هویت مردم بزرگ ایران. بیش از 200 میلیون گویشور فارسی در جهان و زبان و فرهنگی که از در اون از مولوی هست تا سعدی و حافظ و عطار و تا همین امروز به بالندگی خودش در جهان ادامه میده، زبان دیوان بوده، زبان تمدن بوده، زبان فکر و فلسفه و اندیشه در جهان اسلام بوده. یک رویارویی که از همین امروز معلومه که شکستشون ثبت شده. فردوسی گفت که به خوبی هم گفت که بنا کردم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند. این که برخی خناسان بخوان از با در ضعیف‌ترین وجه ممکن، در زردترین وجه ممکن بخوان فکر کنن که به این ریشه های قوی چند هزار ساله و تمدنی میتونن خدشه‌ای بندازن، اینها اساسا جایگاهی ندارن. اما زبان فارسی زبان پیوند دهنده همه ماست در گستره حوزه تمدنی ایران فرهنگی. زبان فارسی تنها زبان گویش نیست، زبانی است که تاریخ ما رو به هم پیوند داده، حس مشترک ما برخواسته از اونه و همه ما با زبان فارسی امروز خاطرات مشترک یک ملت رو تکرار میکنیم. من این رو فرصتی دونستم که در مورد این میراث صحبت کنم، و الا این گاهگداری که بعضی چیزها دسیسه ها میاد و میره مثل کف روی آب هستند و خیلی تأثیری ندارن.